در هفته گذشته آنتونی بلینکن سخنگوی سیاست خارجه آمریکا از سنا رأی اعتماد گرفت و در اولین سخنانش درباره برجام و ایران صحبت کرد. جو بایدن با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو و بر نگرانی‌های تاکید کرد که یکی از آنها ایران بود. در حالی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفر منطقه‌ای به مسکو از همتای روس خود بابت حمایت از ایران در ارتباط با خروج آمریکا از برجام تشکر کرد، همزمان اسرائیل گفت نگران بازگشت به برجام است. در حالی که جنب و جوش دیپلماتیک به حد بی سابقه در منطقه افزایش یافته، این تحولات بر سرنوشت برجام و ایران چه تأثیری دارد؟ من فرناز قاضی زاده هستم و شما تماشاگر صفحه ایدوی آخر هفته. خوش آمدید. از شروع بحث درباره تحولات منطقه‌ای و تأثیر آن بر ایران و برجام، نگاهی می‌کنیم به روابط روسیه و آمریکا که می‌تواند تأثیری عمیق بر سرنوشت مذاکره ایران و آمریکا داشته باشد. از روزی که دونالد ترامپ به قدرت رسید تا روز پایانی ریاست جمهوریش نتوانست از سایه یک ادعا خارج شود، اینکه روسیه در انتخاب او نقش داشته. بسیاری از ناظران منتقدند که در 4 سال گذشته هم به این دلیل هم به دلیل خلأ ناشی از یک سیاست منسجم از طرف کاخ سفید، روسیه در بخشی از خاورمیانه بازوهایش را گسترش داده و حالا بایدن می‌خواهد روسیه را کنترل کند. آیا این تحلیل درست هست؟ روسیه درباره دولت جدید آمریکا چه نگرانی‌هایی دارد و در چه زمینه‌هایی می‌تواند با آن همکاری کند؟ اولگا ایفشینا، گزارشگر بخش روسیه بی بی سی همراه ماست. اولگا خیلی از نزدیک روابط روسیه و آمریکا رو دنبال می‌کنه. اولگا، پوتین چه نگرانی‌هایی از بایدن داره؟ قطعاً روابط پوتین و بایدن رابطه بسیار آسونی نخواهد بود. اولین نشان این رو وقتی دیدیم که آقای پوتین جز آخرین رهبران دنیا بود که به جو بایدن تبریک گفت وقتی که او رئیس جمهور شد. من فکر کنم که مثلا خیلی قبلتر و برای همین از نگاه ولادیمیر پوتین شخص جو بایدن یک سیاست مداری هست که از ارزش‌های دموکراسی دفاع می‌کنه و سعی خواهد کرد که به روسیه فشار بیاره، هم در زمینه حقوق بشر و هم در زمینه آزادی بیان، مسائلی که روسیه دوست نداره راجع بهشون حرف بزنه و روشن هست که مسکو و واشنگتن کاملا دیدگاه‌های متفاوتی درباره اونچه که مسائل داخلی باید تلقی بشه دارن و اونچه که باید مسائل بین‌المللی تلقی بشن. بحث حاکمیت ملی کجا شروع میشه و بحث دخالت خارجی کجا تموم میشه؟ بسیاری به این دلیل که بایدن به هر حال معاون باراک اوباما بوده، انتظارشون این هست که او برگرده به همون سیاست‌ها. آیا در مسکو هم چنین تلقی وجود داره یا فکر می‌کنن بایدن یک رئیس جمهور جدید هست با یک سیاست‌های جدید؟ من نمیتونم که از طرف ولادیمیر پوتین و تیم او صحبت بکنم، اما به نظر من میاد بر اساس اولین گفتگویی که بایدن و پوتین داشتند، روسیه داره سعی میکنه نشون بده آماده مذاکره هست، آماده هستش که یک ورق جدیدی رو برگردونه. اما از طرف دیگه به نظر میاد که جو بایدن نمیخواد به اون شکل ورق رو برگردونه که پوتین میخواد این کار رو بکنه. ورق برگردوندن از نظر پوتین این هستش که روی یه سری مسائل حرف نزنن جهانیان، مثلا مصدوم کردن آقای ناوالنی، جنگ در شرق اوکراین، تحریم و این بحث، یعنی کلا مذاکره از نو شروع بکنن. اما ورق برگردوندن برای جو بایدن یعنی اینکه همچنان بر سر این مسائل آمریکا فشار بیاره، ولی لزوما مثلا بعضی از دلچرکینی ها رو دوباره احیا نکند. ولی واضح هستش که جو بایدن همچنان سر این مسائلی که گفتم به روسیه فشار خواهد آورد. همونطور که دیدیم از کنگره و بعضی از نهادهای دولتی آمریکا خواست که یک سری مسائل رو مثلا مثل دخالت روسیه در افغانستان
مورد بازنگری قرار بدن. مثلا اینکه آیا روس‌ها واقعا پول دادن به طالبان که بعضی از نیروهای آمریکایی رو بکشن یا نه، آیا واقعا روس‌ها در حملات سایبری به آمریکا دخیل بودن یا نه. ولادیمیر پوتین دلش می‌خواست به محض اینکه بایدن انتخاب شد این مسائل به فراموشی سپرده بشن، اما برای بایدن اینطور نیست. برای همین به نظر میرسه که هر دو طرف میخوان با هم همکاری داشته باشن، اما اینکه چگونه میخواین همکاری شروع بکنن خیلی با هم تعریفش فرق داره. برای ما در این برنامه و برای مخاطبان ما استراتژی پوتین در خاورمیانه است که اهمیت پیدا میکنه و به خصوص در رابطه با دولت جدید آمریکا. به نظر تو چقدر مسئله ایران و خاورمیانه مسئله ای هست که برای آقای پوتین اهمیت استراتژیک داره و روی حفظ اون تلاش میکنه؟ چقدر ممکن هست که به عنوان یک امتیاز مورد معامله قرار بگیره مثلا ایران در مذاکرات بین روسیه و آمریکا؟ من فکر میکنم برای آقای ولادیمیر پوتین خاورمیانه بسیار مهم هست، اما هرگز خاورمیانه رو به خودی خود نمیبینه، همیشه بخشی از یک راهبرد بزرگتر این رو میبینه، همونطور که شما گفتین به عنوان یک اهرم میبونه، یکی از این مهره های روی این صحنه بزرگ شطرنج سیاسی و ژئوپلیتیکه که پوتین در رابطه خودش با غرب داره بازی میکنه. مسلما ولادیمیر پوتین سعی خواهد کرد که به سیاست خودش در خاورمیانه ادامه بده، سعی کنه که روسیه رو در خاورمیانه تثبیت بکنه و سعی کنه که امتیازهای بیشتری کسب بکنه که روسیه رو قویتر نشون بده، رسما و غیر رسمی چه طریق ارتش یا چه طریق پیمانکاران نظامی به یک نحوی در خاورمیانه خودشو قوی بکنه، به سیاستمدارها پول بده، به بعضی از جنبش‌های سیاسی در خاورمیانه پول بده و تو قدرت خودشو نه فقط در خاورمیانه توسعه بده، در آسیای مرکزی هم توسعه بده، در ارمنستان، در جمهوری آذربایجان، همه اینا مهم هستش و همه اینها همونطوری گفتم جزوی از مهره‌های او در یک صحنه بزرگ شطرنج سیاسی و ژئوپلیتیکی در بازیش با آمریکا هست. فراموش نبکنیم که راهبرد آمریکا و راهبرد روسیه و پیام روسیه و خط سیاسی روسیه همیشه این بود که ما در مقابل غرب همیشه تنها بودیم، ما یک کشوری هستیم که در محاصره غرب قرار گرفتیم، یک سری متحدان خاصی داریم، ولی واقعیت این هستش که متحدان واقعی ولادیمیر پوتین نیروی هوایی، دریایی و زمینیش هستن و نه بیشتر. بنابراین فکر میکنی که ایران آیا میتونه به عنوان یک متحد، حالا در حدی که توصیف کردی، برای آقای پوتین بمونه؟ چقدر ایران ارزش داره در این معادلات براش؟ من فکر کنم ایران برای آقای پوتین بسیار مهم هستش. به لحاظ تاریخی هم ایران هم همیشه توجه روس‌ها رو جلب کرده، حتی در زمان الان و همینطور در زمان شوروی، و بیشک ایران دیدگاه‌های بسیار مشترکی با روسیه در بعضی زمینه‌ها داره، ولی میدونی خیلی مشکل هست که بشه گفت در دراز مدت روسیه چجوری به ایران نگاه میکنه، اما در کوتاه مدت و در میان مدت ایران یک شریک روسیه هست، یک شریکی که روسیه راغب هست باش مذاکره کنه، باش همکاری بکنه، و ایران هم راغب هست به نوبه خودش که یه سری معاملاتی رو با روسیه داشته باشه. به نظر میاد هم تهران و هم مسکو خیلی نگاه واقع بینانه ای دارن نسبت به اتحاد خودشون و این اتحاد رو تا کجا میتونن ببرن. به یه شکلی از آنها این معادله خاورمیانه که دشمن من دوست من هست برای تهران و مسکو همچنان صدق میکنه. اولگا ایفشینا همکار ما در بخش روسیه بی بی سی، ممنونم که وقت گذاشتی و با این برنامه صحبت کردی. در 20 سال گذشته کنترل ایران و جلوگیری از اتمی شدن آن سیاست کلی کاخ سفید بوده. هر یک از دولت‌هایی که در کاخ سفید بودند در این زمینه سیاست مختلفی رو استفاده کردند، در حالی که مثلا دولت بوش ایران رو در محور شرارت قرار داد، دولت اوباما اول با یک هماهنگی جهانی ایران رو تحت فشار گذاشت، بعد تهران رو پای میز مذاکره آورد و قرارداد برجام رو امضا کرد. ترامپ از برجام خارج شد و بدون مشارکت شرکای اروپاییش و با مخالفت روسیه و چین سیاست فشار حداکثری رو پیش گرفت. در یک هفته اخیر
در دولت بایدن همزمان با افزایش تحرکات نظامی در منطقه و ورود هواپیماهای فوق پیشرفته آمریکا و همینطور تهدید اسرائیل برای مقابله نظامی با ایران، کاخ سفید اعلام کرده که فعلا فروش اسلحه به امارات و عربستان رو متوقف میکنه و همین امشب انتصاب رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم قطعی شده، کسی که منتقدانش میگن به شدت نسبت به جمهوری اسلامی نرم خوست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید هم در اولین کنفرانس خبریش هم که قبلا هم گفتم به ایران و برجام اشاره داشت. آقای بایدن خیلی روشن گفته که اگر ایران به طور کامل تعهداتش بر اساس برجام رو اجرا کنه، ایالات متحده هم همین کار رو میکنه. این اقدام میتونه اساس توافقی بلند مدتتر و مستحکمتر با ایران با مشارکت متحدانمون بر سر مسائل عمیقاً مشکل آفرین باشه. اما تا اون نقطه راه درازی پیش رو داریم. ایران در زمینهای مختلف از تعهداتش دست کشیده. اگر تصمیم به اجرای دوباره تعهداتش بگیره، این فرایند زمانبره و بعد ما ارزیابی میکنیم که آیا ایران به تعهداتش عمل کرده یا نه. ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم. صحبت وزیر خارجه آمریکا بود در اولین نشست خبریش بعد از انتصابش. با میمانان میزگرد امشب سعی میکنیم معنای این تحولات رو بررسی کنیم. نادر انتصار، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از آلاباما با ماست، و همینطور مهدی طلعتی، تحلیلگر مسئله امنیتی و نظامی از سنگالن سوئیس، مهدی جلالی فراهانی، تحلیلگر سیاسی از نیویورک، و اینجا در استودیو همکارم داریوش رجبیان، آشنا و تحلیلگر مسائل روسیه همراه ماست. خوش آمد میگم به همه مهمانان. آقای انتصار، از شما شروع میکنم. به نظر شما اونچه که الان داریم میبینیم، من توصیف کردم فروش اسلحه رو، وال استریت جورنال میگه آمریکا به عربستان امارات فعلا تعلیق کرده، اسرائیل نگران هست، بلینکن گفته که باید ایران برگرده به تعهداتش تا ما برگردیم، چطور میبینید؟ فکر میکنید که برجام برگرداندنی هست یا نه؟ این جواب رک در حال حاضر نمیشه به این سوال شما داد. این بستگی به تحولات گوناگونی داره که داره در خود آمریکا اتفاق میافته و ممکنه در ایران هم اتفاق بیفته. اگر همه چیز به قول معروف تمام ستاره ها روی خط به هم بتونن وایستن و اتفاق غیر منتظری نیفته، برگشت آمریکا به برجام امکان داره، ولی این چیزی نیست که اونطور که ایران میخواد اولا در خیلی زمان کوتاهی انجام بشه و دوم این برجامی باشه که در زمان آقای اوباما امضا شده. اون برجام آقای ترامپ له کرد، پاره کرد و خیلی مشکل شده که اصلا اون برجام رو دوباره احیا کنن. من همیشه گفتم برجامی که اون برجام نباشه چه خواهد بود؟ این مشکله که برای اینکه ببینین الان ایران هیچ گونه اعتمادی با آمریکا نداره. برای اینکه میگه شما بعد از چندین سال یک قراردادی امضا کردیم و نفر بعد که اومد سر کاخ سفید تمام زیرشو زد. هیچ گارانتی نداره که اولا دولت کنونی آمریکا بخواد این برجام رو دوباره انجام بده یا اینکه بعد از آقای بایدن نفر بعدی که میاد رئیس جمهور آمریکا بشه این رو بتونه انجام بده. و این درسته، یعنی این از نظر دیدگاه ایران یه دیدگاه کاملا درستیه، ولی اون گارانتی، اون ضمانتی که ایران میخواد از عهدنامه‌ای مانند برجام بسیار مشکله. در عهدنامه های بین‌المللی هیچ گونه ضمانتی به این ترتیب وجود نداره، هیچ وقت هم نداشته. حتی اگر این عهدنامه باشه که سنای آمریکا هم اینو تصویب کنه که خیلی بعید به نظر میاد، هر عهدنامه رو میشه فسخ کرد در هر مدتی. مهم اینه که اگر عهدنامه امضا بشه طرفین اینو طوری امضا کنن که خروج یک جانبه یکی از اینها برای اون طرف با خساراتی مواجه باشه، راحت نباشه اینطور که در برجام امضا کرده بودن که بتونه خارج بشه. ولی به طور کلی برگشت به برجام احتمال داره، ولی این حالا چه تغییراتی در ایجاد بشه و چه مسائل دیگه پیش بیاد، اینا چیزی نیست که ساده و خیلی زود و به راحتی با یک فرمان اجرایی انجام بشه. اما اگه خیلی کوتاه بخواید بگید آقای انتصار، آیا دولت بایدن قصدش به نظر میاد که برگشت به برجام هست یا نه؟ در این مرحله میشه این رو بدونیم یا نه؟
اگر منظورتون برجام آقای اوباما است، نه خیر. به نظر من اینو خیلی با آقای بایدن، تونی بلینکن و افراد دیگه تیم ایشون همیشه گفتن که نگفتن ما نمیخوایم به برجام برگردیم، گفتن ما به برجام میخواییم برگردیم به عنوان اولین قدمی که مسائل دیگر رو دوباره روش با ایران در موردش بحث کنیم. متوجه. آیه جلالی تهرانی، نظر شما چیه؟ این تحولاتی که ظرف یک هفته اخیر میبینید، به نظر شما آیا زمینه سازی برای یک گفتگو هست؟ والا درش تناقض ما داریم میبینیم. به طور مشخص نماد آقای بلینکن ایشون چند روز پیش اعلام کرد که سیاست‌های دولت آقای ترامپ در واقع باعث شدش که ایران به نقطه گریز یا در واقع تولید سلاح هسته‌ای بسیار نزدیکتر باشه و فرصت ما چند ماهه. خب اگر اینطور باشه باید عجله داشته باشن قاعدتاً، اگر بخوان بر مبنای اون خط قرمزشون پیش برن که ایران نباید صاحب سلاح هسته‌ای بشه. از طرفی دیروز آقای بلینکن میاد صحبت میکنه که ما فرصت داریم. این خیلی وضوح نشون میده که یک گیجی در سیاست خارجی آمریکا هستش که هنوز مشخص نکردن که واقعا هدفشون از این مذاکرات، یا اسمشو بذاریم برجام، چیه. در نظر بگیرید مسئله برجام، حالا چه برجام آقای اوباما چه برجامی که آقای بایدن بخواد پیش ببره، مسئله اصلیش اینه که ایران به تولید سلاح هسته‌ای نرسه. بله. و الان تمام این زیر سوال هست. آقای طلعت، شما چه فکر میکنید با توجه به اینکه همینطور که آقای جلالی تهرانی گفتن خیلی ها الان ابراز نگرانی کردن، حتی کشورهای اروپایی، از اینکه ایران غنی‌سازی اورانیوم رو در شکلی ادامه داده که به هر حال برای اونها نگران کننده است؟ خب ببینید، تمام این حرفایی که زده شد خب درست هستش به یه نوعی. خود ایران هم تلاش کردش که با یک زمانبندی و قبول یک ریسک حساب شده توی پایان دوره دولت قبلی آمریکا، سیاستمدارانی رو که قرار بیان روی این قضیه تصمیم بگیرن رو به این سمت ببره که این قضیه رو در اولویت قرار بدن. کارهایی که ایران کرد، از غنی‌سازی بیرون رفتن و همینجور تهدیداتی که داره میکنه، این هستش که این قضیه رو برای دولت جدید آمریکا توی اولویت قرار بده و فشاری که از طرف اروپا داره وارد میشه، چون به نظر من اروپایی‌ها حساسیت قضیه رو خیلی بیشتر از آمریکایی‌ها درک میکنن و از طریق فشار بر اروپایی‌ها میخواد اونها هم به آمریکا فشار بیارن که این قضیه در اولویت قرار بگیره. چرا که بحث این هستش که ببینید، ایران به یک همچین توافقی احتیاج داره، اون هم به خاطر وضعیت بسیار وخیم اقتصادیش هستش. اما باید یک چیز رو هم در نظر بگیریم، چه کسی میخواد از ایران دنبال این قضیه باشه؟ یعنی صرفا این بحث سردرگمی در اون طرف نیست، در این طرف هم هست. یعنی ما واقعا هنوز نمیدونیم که مواضعی که در داخل ایران اتخاذ میشه و گفته میشه نسبت به برجام، حرف آخر نظام هستش، حرفی هستش که مثلا بالاترین مقام مسئول تصمیم میگیره، یا حرفی هستش که وقتی برن پای میز مذاکره باید مجددا برای هر کاری تماس بگیرن؟ به نظر میاد که همین مورد دوم هست. آقای طلعتی بدون تعارف، آقای ظریف همین هفته گذشته گفته من تعیین کننده سیاست خارجی نیستم، فقط مجری اون هستم. یعنی این رو دیگه بدون هیچ پرده پوشی میگن. یعنی دقیقاً این مسئله هست. یعنی متغیرهایی وجود داره که وقتی عوض بشه کل معادله نتیجهش تغییر خواهد کرد. بنابراین ایران تلاشش رو کرده، یعنی این تیم دیپلماسی فعلی ایران تلاششو کرده با صحبتایی که کرده، مواضعی که گرفته، که این رو در اولویت قرار بده توی دستگاه دیپلماسی آمریکا. ولی اینکه چقدر این قضیه نتیجه بده و چقدر دو طرف واقعا مواضعشون انقدر شفاف باشه و به همدیگه نزدیک باشه که بتونن این قضیه رو دنبال کنن، هنوز یک مقداری احتیاج به زمان داریم که این رو. از طرف دیگه ما ظرف به هر حال 3-4 سال اخیر خیلی مشخص‌تر این رو دیدیم که ایران
به نوعی داره سعی میکنه که سیاست چرخش به شرق رو خیلی جدی دنبال بکنه، در مراحل مختلف، مثلا با سفر حتی آقای پوتین به تهران، دیدار با آقای خامنه این رو دیدیم. حالا چین جای خودش، ما تو این برنامه خیلی راجع به چین صحبت نمیکنیم، بیشتر راجع به روسیه صحبت میکنیم. دارش برای الان از اولگا هم پرسیدم، برای روسیه ایران به هر حال یک امکانی هست برای اینکه بتونه در مذاکراتش و معاملاتش با آمریکا از اون استفاده بکنه، همیشه اینطور بوده. اما ایران اتمی چقدر باعث نگرانی روس‌هاست؟ آیا روس‌ها از این بابت اصلا نگران هستند، یا اونها اصلا این مسائلی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها میگن براشون مسئله نیست؟ خب دقیقاً با آلگا ایفشینا در این مورد به خصوص کانون موافقم که برای روسیه ایران در واقع برنامه هسته ایران به عنوان یک مهره روی شطرنج سیاسی مطرح هست که با اون میتونه چون زنی‌های سیاسی خودش رو انجام بده، ولی اینکه ایران هسته‌ای کنار بغل خود روسیه باشه، طبعاً خودشون هم بارها گفتن و در مطبوعات رسمی روسیه هم بارها تاکید شده که همغم روسیه اینه که ایران هرگز به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه. ولی بعد از اومدن آقای بایدن به کاخ سفید در روسیه همچنین حسی پیدا شده که البته این رو بگیم که اونا خیلی هاشون این رو به عنوان هم به عنوان خبر خوش و هم به عنوان خبر بد پذیرفتن. خبر خوش که تعدادش خیلی کمتر هست این هست که یکی از اون مواردش اینه که آقای بایدن موظف در واقع خودش رو موظف میدونه که آمریکا و ایران رو پشت میز برجام برگردونه به هر نحوی که شده و این چیزی که خود روسیه هم میخواد، ولی اینکه چه چیزهایی رو میخواد اضافه بکنه برای اینکه این مذاکرات برجام اثر گرفته بشه یا به برجام قبلی که به قول مهمانان برنامه پاره شده و دیگه وجود نداره برگردن یا برنگردن، اینها موضوع بحث هست و میگن که در واقع اگر قراره این چیزی که رسانه‌های رسمی روسی معمولا روش تاکید دارن، اگر قراره کسی گام اول رو بذاره در این راستا، این آمریکاست. بخوایم که طبعا و منطقا اگه بخوایم فکر بکنیم، آمریکا بوده که از پشت میز برجام پاش شده و حالا آمریکاست که باید برگرده، و اینکه انتظار داشته باشیم ایران گام اول بذاره اندکی غیر منطقی. این تحولاتی که هم ظرف چند روز گذشته دیدیم، مثلا به خصوص آقای طلعتی، من اینو از شما میپرسم چون شما تخصصتون هست مسائل امنیتی، این که آمریکا فروش اسلحه هایی که قبلا مذاکره شده بود در دولت ترامپ رو وال استریت جورنال میگه که فعلا به حال تعلیق در آورده که به امارات و عربستان این سلاح های فوق پیشرفته رو نده، فکر میکنید چرا؟ ببینید، اتفاقی که در دولت آقای ترامپ افتاد این بود که سیاست خارجی آمریکا از اون خط ثابتی که بعد از جنگ جهانی دوم و تحت طی جنگ سرد یه خطی بود که قابل پیش بینی بود خارج شد. در واقع سیاست‌های آقای ترامپ یک عکس العملی بود نسبت به سیاست‌هایی که دولت اوباما در پیش گرفته بود. دولت اوباما خواستش این بود که از درگیری‌های منطقه‌ای خارج بشه، فروش تسلیحات رو کمتر بکنه و مسائل داخل منطقه رو منتقل بکنه به خود اونایی که در داخل منطقه هستن، بشینن اینا رو حل و فصل بکنن. آیه ترامپ با اون دید تاجر مسلکانه‌ای که داشت اومد تقریبا کل بازی رو به هم زد و سعی کرد که با این روش با منطقه برخورد بکنه بدون اینکه بیاد بسنجه که ورود یک همچین تسلیحاتی در داخل منطقه چه تبعاتی میتونه در بعدها به دنبال داشته باشه. این رو باید ما در نظر داشته باشیم که بیشتر کشورهای منطقه فاقد نیروی انسانی کافی برای به کار گرفتن این تسلیحات مدرنی هستن که آمریکا به منطقه سرازیر کرده و منطقه رو دچار یک مسابقه تسلیحاتی کرده و هر روز هم به وسعت این اگر جلوش گرفته نشه داره اضافه میشه. بنابراین بحثی که در داخل منطقه هستش این هستش که باید فروش سلاح توسط تمام کشورهایی که سلاح تولید میکنن و به منطقه میفروشن مورد بازنگری قرار بگیره. هرچند دولت‌های آمریکایی سیاست رو دارن که در ابتدای حضورشون در کاخ سفید این سیاست‌ها رو بررسی بکنن، خودشون هم این اعلام رو کردن، ولی به نظر میرسه که اعتقاد چندانی در کاخ سفید به دنبال کردن رویه‌ای که در دولت قبلی شکل گرفته وجود نداره. در هر صورت من باز هم تاکید میکنم مسئله ای که صورت گرفت باعث تشدید مسابقه تسلیحاتی منطقه و قرار گرفتن منطقه در یک قدمی جنگ شد و این قضیه باید جلوش گرفته بشه.
آیا انتصار فکر میکنید همین کافی هست در واقع عدم فروش اسلحه به دو کشور در منطقه میتونه یا دست کم توقفش چون هنوز در مورد اینکه تصمیم قطعی گرفته باشن که صحبت نکردن میتونه کمکی بکنه به اینکه این به قولی مسابقه تسلیحاتی کمی فروکش بکنه یا نه؟ قدم کوچک اولیه میشه روش حساب کرد، ولی ببینید سیاست آمریکا در خاورمیانه به خصوص رابطهش با عربستان یک رابطه خیلی قدیمیه. انتظار نباید ما داشته باشیم که چون الان دولت آقای بایدن اعلام کرد که فعلا تعلیق کرده فروش اسلحه رو به عربستان و امارات، این همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. من شک ندارم که در آینده نزدیک دوباره لابی های عربستان که بسیار قوی هستند، اینها در کد کنگره آمریکا با وجود تمام این اشکالاتی که با عربستان در این چند سال اخیر پیدا شده، دوباره برای فروش اسلحه به عربستان به عنوان یک همکار قدیمی آمریکا در منطقه، به عنوان یک عنصر پایه سیاست خارجی آمریکا در منطقه دوباره از ادامه پیدا خواهد کرد. ولی شکی نیست همونطور که مهمانان شما هم گفتن، یک دید جدیدی دولت بایدن خیال داره که در مورد اصلا تبدیل منطقه به عنوان یک باروت، یک ردزادخانه عظیمی که تا درست شده به این داشته باشه، چون میدونین منافع آمریکا. یه سوال دیگه هم مطرح میشه اینجا، این که آیا ممکن هست که این تصمیم در راستای این باشه که دولت‌های امارات و عربستان رو برای بازگشت آمریکا به برجام به نوعی تحت فشار بگذارند؟ آیا چنین تحلیلی رو شما قبول می‌کنید؟ به نظر من از نظر حاشیه‌ای میتونیم به این اینطوری بهش نگاه کنیم، ولی در عمل اگر آمریکا جدن تصمیم بگیره و ایران بتونن که به برجام به نحوی برگردن، فکر نکنم آمریکا ترس مثلا از امارات خواهد داشت. نه ترس نه، ولی ظاهرا امارات و عربستان و اصلا کلا کشورهای منطقه با برجام همراه نبودن دیگه، موافقش نبودن اگه یادتون باشه. و هنوز هم نیستن دقیقاً. من سوالم اینه که آیا ممکن هست که این در واقع یک امکانی به آمریکا بده که فشاری بگذاره روی این کشورها که کمی اونها رو همراه بکنه برای برگردوندن؟ بله، به نظر این دقیقاً یه سیگنالی است که به این کشورهای منطقه داره میده که دولت بایدن اون همون سیستم آقای ترامپ رو در مورد اینا، همون رابطه که ترامپ با اینا ایجاد کرده بود که کاملاً حرفی نزنه، هیچ وقت عکس عملی نشون نده به سیاست خارجی این کشورها، اونطور نخواهد بود. این آمریکاست که فرمان این قطار رو در دست داره، نه اونا. متوجه. آیا جلال تهرانی، در طول صحبت‌های آقایون شما مدام سرتون تکون میدید، متوجه شدم که موافق نیستید، بفرمایید. بله، ببینید قبل از هر چیزی ما در مورد عربستان نگاه بکنیم. من فکر میکنم مهمترین اتفاقی که در عربستان افتاد، اصلا سیاست منطقه عوض شد، بعد از حمله موشکی که به جمهوری اسلامی نسبت داده شد به آرامکو بود. شما توجه کنید در اونجا مشخص شد، این یک دو سه تا بحث رو میخوام طرح بکنم، البته فقط در صورت عنوان که بحث های امنیت بین الملل هستش و الان طرح میشه، در موردش مقاله نوشته میشه، بحث های مهمی است. این که در واقع نشان داده شدش که موشک های ایران توانایی اون نقطه زنی که طرح میکنن رو پیدا کرده و میتونه در فاصله زیادی مسافرت بکنه و هدف های دوردست رو مورد حمله قرار بده. از طرف دیگه هیچ واکنشی از آمریکا یا جای دیگه نسبت به این اتفاق صورت نگرفت، آقای ترامپ هیچ کاری نکرد. بلکه یک نکته خیلی جالبی رو برگشت گفت، عربستان وقتی تقاضا کردش که پدافندهای دفاع هوایی داشته باشه، دفاع ضد موشکی داشته باشه و همچنین تقاضای سرباز کرد، آقای ترامپ گفت پول بدید سرباز میفرستیم. اینجا بود که اصلا به طور کلی سیاست منطقه عوض شد. یعنی پول بدید سرباز میفرستیم اینه که شما باید مقطع دیگه آقای جلالی تهرانی، برای اینکه الان به هر حال به نظر میاد آقای بایدن خیلی سنتی تر از اون هست که به دنیا به این شکل نگاه بکنه که آقای ترامپ نگاه میکرد. نه، الان همون وضعیت ادامه پیدا میکنه، به جهت اینکه الان اتفاقا بازیگران منطقه‌ای فهمیدن که باید کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، خودشون باید مواظب امنیت خودشون باشن.
این اتفاق افتاده و به خصوص بعد از اتحادی که یا برقراری رابطه که بین کشورهای عربی و اسرائیل صورت گرفت، این مسئله شدت بیشتری پیدا کرده. یعنی الان یک بخش بازیگران مهمی به نحوی به وجود آمدن در خود منطقه که منافعشون خیلی براشون مهمتره تا مثلا اروپا. آقای طلعتی اشاره کردن که اروپا بیشتر از مثلا آمریکا نگران اتمی شدن ایران هستش. اگر اینطور باشه به مراتب کشورهای منطقه، کشورهای عرب و اسرائیل بیشتر نگران هست. شما دیروز میبینید که فرمانده ارتش اسرائیل وقتی صحبت میکنه یک برنامه مجازیه که درش بحرین و امارات حضور داره. و بنابراین با این وضعیت مسلماً اینها خیلی منتظر نمیشن. ببینید مخالفت این کشورهای عرب و اسرائیل با برجام به خاطر این نبود که مثلا مخالف مذاکره هستن. مسئله اونها نگرانی امنیتی خودش. بنابراین هر جوری که بتونن ایران رو متوقف کنن، اصطلاح دقیق‌تر فقط این نگرانی امنیتی از ایرانه. یعنی این بحثی که الان مطرح شد، اینکه این کشورها هر کدوم تبدیل به یک بشکه باروت بشن، برای خودشون بین همدیگه احساس خطر نمی‌کنن. به هر حال من میدونم که یک قراردادی بین اسرائیل و امارات امضا شده، اما چقدر واقعا این قابل اعتماد هست برای اسرائیل؟ اسرائیل نگران این که مثلا امارات یا عربستان به این تجهیزات خیلی خیلی حساس دسترسی داشته باشن نیست؟ به نظر من خیلی نم. اتفاقا این یه قسمتی بودش که من سرم رو تکون دادم، چون موافق نیستم که، یعنی فکر میکنم یه مقدار اگزاجر است که بگیم منطقه بشکه باروت میشه و اینها. خطر اصلی و مشخص که الان داریم میبینیم در چند سال اخیر دیدیم، ببینید اینها کجا با هم دعوا کردن؟ هیچ جا. خطر اصلی و مشخص شرارت‌های جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی باید مهار بشه. سیاست درست در مقابل جمهوری اسلامی سیاست کانتینمنت، مهار، نه بازدارندگی. دترنس نیست اینجا. بحث مهار رو بتونن هر چقدر پیش ببرن که مطمئن باشن، چون خیلی ساده جمهوری اسلامی میتونه برج بلند امارات رو بزنه. خیلی ساده، یعنی اتفاقی که تو برج دوقلو افتاد به سادگی میتونه برای امارات هم به وجود بیاد اگر اتفاقی بیفته. به همین جهت اونها به مسئله مهار دارن فکر میکنن و مسئله مشکلی ندارن با اینکه مثلا جمهوری اسلامی با آمریکا بسازه. اتفاقا اونها واقعا دوست دارن رفتار جمهوری اسلامی عوض بشه. اونها واقعا علاقمند نیستن تغییری در رژیم جمهوری اسلامی صورت بگیره، چون از بعدش میترسن و نمیدونن چه اتفاقی خواهد افتاد. به همین جهت مسئله اصلی در واقع هسته‌ای شدن ایرانه. و داریم میبینیم که اونها هم دارن میگن که آقا یا باید ما توی مذاکرات باشیم یا ما کار خودمون رو مجبوریم بکنیم. یعنی فرمانده ارتش اسرائیل همین رو میگه دیگه. بله. اگر این دوتا جدول زمانی با هم جور نباشه. آقای جلیل تهرانی، جالب شد اشاره کردید به آویف کوخاری. بذارید ما حرفای آقای کوخاری رو بشنویم. او هشدار داده تلویحاً به آمریکا در مورد بازگشت به برجام. بشنویم که چه گفته. اخیراً دیدیم که در پی تغییر دولت در آمریکا ایرانی ها اعلام کردند که می خواهند به توافق قبلی برگردند. من موضع خودم را می گویم. موضعی که با همه همتایانم در سراسر جهان که با آنها ملاقات کرده ام یکیست. بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 یا حتی توافقی مشابه که در مواردی بهبود یافته باشد از نقطه نظر عملیاتی و استراتژیک بد و اشتباه است. هورا مبخینه اپراتیویت و هورا مبخینه استراتژیت. آیه جلال تهرانی، شما گفتید که کشورهای منطقه مثل امارات و عربستان میخوان که ایران در واقع مهار بشه، حالا از هر طریقی که آمریکا میتونه. اما اسرائیل با این حرفها آیا واقعا این راه رو باز گذاشته یا بدتر داره سنگ اندازی میکنه؟ مسئله جدول زمانیه. ببینید مسئله جدول زمانیه که ایران تا نقطه گریز چند ماه وقت داره و مذاکرات کی شروع میشه و کی به نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی. آیا شما یه زمانبندی دارید برای این؟ فکر میکنید چقدر زمان داره ایران برای رسیدن؟ ما اتفاقا سوال ماست. خیلی سوال خوبی مطرح کردید خانم قاضی زاده. ما شهروندان ایرانی خب بیش از هر کس دیگه منافعمون این وسطه. نه اسرائیل آقای نتانیاهو، نه آقای بایدن، نه امارات، نه عربستان. خطر برنامه هسته‌ای ایران بیش از هر چیز سر ماست. من با آقای نتانیاهو خطرمون یکی خواهد بود بعد از اینکه ایران هسته‌ای میشه. ولی قبل از هسته‌ای شدن این دوره تحریم‌ها، برنامه‌های هسته‌ای ایران
ضررش رو من کردم، آقای نتانیاهو ضرر نکرده در این مورد. بلد. ما به عنوان شهروند ایرانی پرسشمون اینه که واقعا جمهوری اسلامی کی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا میکنه؟ آژانس باید به ما اطلاعات بده. مدیر آژانس هم اگر دقت کنید حدود 2 هفته پیش مطرح کرد، گفتش که موضوع چند ماه نیست، موضوع چند هفته است. یعنی الان اشاره دارن هشدار میدن که خطر نزدیکه و اگر قرار باشه این خط قرمز رو نگذارن جمهوری اسلامی عبور بکنه، بله، باید راه حلی پیدا کنن. یک اشاره آخرم بکنم، آقای اوباما یه حرف خیلی جالبی زد، گفتش که وقتی من وارد اوال آفیس شدم، وارد دفترم شدم در کاخ سفید، به سیاست خارجی فکر نمی کردم، اما سیاست خارجی نفر اول بود که پشت در اوال آفیس در رو زد. درست. بنابراین بایدن و اینها هم مجبورن که این اولویت رو در نظر بگیرن و این جدول زمانی رو روشن بکنن که در مقابلش چه خواهند. این جدول زمانی بسیار اهمیت داره، از این منظر که برای مردم ایران که سالهاست در تحت تحریم ها دارن زندگی میکنن و مسئله تحریم، مسئله همونطور که شما هم اشاره کردید، مسئله اصلی زندگیشون هست. میخوام بدونم بالاخره کی این زمان این مذاکره کیه. آقای طلعتی، آیا شما با این موافق هستید که این جدول زمانی این مذاکره بستگی به این داره که ایران چقدر فاصله داره با اون مرحله‌ای که برای آمریکا و اروپا خطرناک و نگران کننده به نظر میرسه؟ خب ببینید، بالاخره تمام اینها اگر ایران فعالیت‌های هسته‌ای شروع بکنه، قاعدتاً میشه به طریق منطقی این حساب کرد که ایران کی میتونه به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه یا حداقل مواد لازم رو داشته باشه. ولی من قبل از اینکه این صحبت رو بکنم، ببینید به صورت کلی منطقه‌ای که ما توش زندگی میکنیم دچار یه توهم شده که این توهم تبدیل به واقعیت شده. خب واقعیت این توهم که بتوان رژیم ایران رو از دنبال کردن سیاست‌های منطقه‌ای که به قول بعضی‌ها بی‌ثبات کننده هست ازش جلوگیری کرد، یک نوع توهم هست که با سیاست دربرگیری، کانتینمنت، مهار و این چیزا بشه جلوش رو گرفت. اگه قرار بود جواب بده، تا حالا جواب گرفته بود، جواب داده بود. بنابراین اولین چیزی که اینجا باید انجام بگیره، ما چه بخوایم چه نخوایم، چه مخالف باشیم چه موافق باشیم، تغییر نظام داخل ایرانه. تا این نظام تغییر پیدا نکنه به صورت اساسی چیزی عوض نمیشه. خب از طرف دیگه اسرائیلی‌ها هم دچار توهم اونا هم تبدیل به واقعیت شده. توی 4 سال گذشته دستشون رو باز گذاشتن توی منطقه، هر کاری خواستن کردن و حتی اومدن با سیاست‌هایی که داخل منطقه به کار بردن، دارن همون کاری جمهوری اسلامی رو میکنن، دارن مرزهای دفاعیشون رو میارن نزدیک ایران. خب ببینید، این متاسفانه این توهم‌ها تبدیل به واقعیت شده و هیچ کس هم نمیخواد از این قضیه کوتاه بیاد. تکلیف چیه؟ یعنی انقدر ما ایران رو مهار بکنیم، انقدر دور ایران رو دیوار بکشیم که ایران یه روزی دست از این مسائل برداره، یا بهتره همون یک تفاهمی مثل برجام رو داشته باشیم و این امید رو داشته باشیم که در داخل برجام بشه قدم‌های بیشتری راجع به این قضیه داشته باشیم. ببینید، من یه چیزی رو به شما بگم، هر چقدر الگوهای اقتصادی جمهوری اسلامی با جامعه بین‌الملل بیشتر در هم تنیده بشه و این منافع بیشتر بشه، به نظر من جمهوری اسلامی ریسک زیادی نخواهد کرد این منافع رو از دست بده. بنابراین باید از یک جایی شروع بشه. اینکه اسرائیل تهدید میکنه یا ایران تهدید میکنه یا آمریکا برجام رو پاره میکنه، متاسفانه هیچ راه خروجی برای از این توهم به دست هیچ کسی نخواهد داد. و توی برجام مسائل زیادی مطرحه، اروپایی‌ها مطرحن، آمریکا مطرحه، ایران مطرحه، اسرائیل مطرحه، کشورهای منطقه مطرح هستن، همه اینا مطرحه. بالاخره باید یک نقطه صقلی که همه بتونن روش بتونن حساب بکنن باید پیدا بشه و دورش اجماع بشه در هر صورت. اشاره کردید به همه ولی به روسیه اشاره نکردید، ولی من فکر می‌کنم که توی این به خصوص هفته‌های اخیر نقش روسیه هم خیلی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. رابطه آقای پوتین با اسرائیل چقدر ممکنه بتونه کمک بکنه به برگشت و برجام؟ چقدر ممکنه که بدتر سنگ اندازی بکنه؟ آیا تصویری از این داریم؟ خب میشه الان که مصمم نمیتونیم بدونیم که دقیقاً توی کرملین برسه موضوع به خصوص چه فکر میکنن، ولی با نگاهی به گذشته میشه گفت که بارها در واقع ما شاهد دیدارهای آقای نتانیاهو با آقای پوتین بودیم، چه در روسیه و چه در خاورمیانه، و در تمام این دیدارها تمام هر باری که صحبت‌های درباره ایران شده، پیوسته آقای پوتین تلاش کرده که
به اصطلاح یک جور اطمینان خاطر به آقای نتانیاهو بده که ما حواسمون هست و قرار نیست ما اجازه بدیم که ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه. و فکر میکنم که همین سیاست که تا حالا سیاست مهاری که در برابر اسرائیل هم داشته روسیه بتونه ادامه بده. آیا انتصار نظر شما چیه با توجه به این که ما ظرف چند وقت اخیر میبینیم که همونطور که قبل اول برنامه هم گفتم به هر روسیه در خاورمیانه حضور خیلی پررنگتری داشته در 4 سال اخیر، مثلا در سوریه، در جاهای مختلف نسبت به پیشتر، فکر میکنید این ادامه دار خواهد بود و تأثیرش روی روابط آمریکا و ایران و روسیه به چه شکل خواهد بود اگر که ادامه دار باشه؟ بله، این همونطور که خبرنگار قسمت روسیه شما در اول برنامه گفتن، اونا شون صحبت‌های خیلی درستی کردن، من با حرفی که ایشون زدن من کاملا تمام حرفاشون موافقم. روسیه منافع مختلفی داره، یک چیز به خصوصی نداره در خاورمیانه. باید تمامی منافع رو توی ترازو بذاره با هم، یه خود کم و زیاد کنه، ببینه چه کار میکنه در وهله اول، در وهله دوم. و شکی نیست که ایران به عنوان یکی از وزنه‌هایی است که در خاورمیانه هست و روسیه به خوبی به این امر واضح هست. بنابراین ما چیزی که میتونیم در مورد روسیه بگیم اینه که نمیشه یه چیز ساده درست کرد که روسیه اینو میخواد، بنابراین جلوی آمریکا باید اینطور واسطه یا بالعکس. تغییراتی است که در خاورمیانه مرتب داره اتفاق میفته. روسیه هم مثل هر کشور دیگری در این مورد عکس العمل خواهد کرد. عکس العملش بعضی وقتا با در همراه با خطی است که ایران خواهد بود، در بعضی وقتا موضوعاتی خواهد بود که با ایران توافق خواهد داشت. این چیز ساده است، در امور بین المللی همیشه این موضوع اتفاق میفته. من اصلا خودم در کتابهای علمی که من استاد دانشگاه هستم، بنابراین شعاری نمیخوام حرف بزنم اینطوری که جمهوری اسلامی بد خوب اینا، اینا مسئله نیست. مسئله اما به نظر ما این مسئله برای ایران، مسئله ایرانه، کشوری است به نام ایران که هدف بعضی از اطرافیانش اینه که حالا مسئله هسته‌ای رو بخوام پیش بکشن، مسئله موشکی رو پیش بکشن، مسئله دیگه. هدفش اینه که این کشوری به نام ایران یک چیز خیلی ضعیفی تبدیل بشه که بتونن اونا سیاست‌های خودشون رو در منطقه بدون مزاحمت‌های ایران درست کنن. این یه مسئله به نظران از نظر دیده هم روسیه هم به خصوص کشور ایران، نگفتم جمهوری اسلامی ایران، گفتم کشور ایران، کشور قدیمی ایران، اینه که آیا ایران ضعیف در این تغییرات عمده‌ای که در خاورمیانه داره اتفاق میفته وجود خواهد داشت، یا این آخر 3500 سال عمر کشوری به نام ایران خواهد بود. برای من این از همه مهمتره، این سوال مهمی است که من همیشه روی اون تاکید دارم و خواهم داشت. آیا جوابی هم دارید آقای انتصار برای این سوال؟ ضمن اینکه برای بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی ظرف سالهای اخیر یک تفاوت بسیار بنیادین قائل میشن اونها بین جمهوری اسلامی و ایران، میگن اصلا اینها منافعشون حتی در یک راستا نیست. آیا شما هم به این انتقاد دارین یا نه؟ بله، در بسیاری موارد منافعشون در یک راستا نیست. جمهوری اسلامی جمهوری مذهبی است، اسلام در مرکز تفکرات جمهوری اسلامی است، نه ناسیونالیسم ایرانی به این ترتیب. ولی به هر حال این یک نظامی است که الان در ایران سر کار هست. تا موقعی که هر نظامی سر کار باشه، زمانی که شاه سر کار بود اون هم می‌خواست همینطور ایران پرقدرتی داشته باشه، به خصوص در اواخر چند سال آخر دوران پهلوی. و الان هم هدف اینه که چه مخالف آدم باشه چه موافق، باید ببینه سیاست‌هایی که اتفاق میفته برای پرقدرت کردن ایران با ضعف نمیتونه در اون منطقه موند دیگه. یک کشور ضعیف نمیتونه مذاکره کنه، نه اگه بخواد مذاکره کنه مرتب باید امتیاز بده. داد ایران تا حالا امتیاز خیلی زیادی داده در این مورد. هدفی که به نظر من باید چه مخالفان چه موافقان جمهوری اسلامی چه موافقان هر سیستمی که در ایران خواهد اومد در آینده این باشه که چگونه میتوان ایران را به عنوان یک کشور مهم، بازیگر مهمی در خاورمیانه محفوظ نگه داشت و قدرت این گربه ای را که ما ایران میگیم اینو زیاد کرد، نه کم کرد، زیاد کرد.
بذار ببینم آقای جلالی تهرانی چی میگن، چون سرشون رو تکون میدادن. بفهمید آقای تهرانی. بله، بستگی به درک ما از قدرت داره و آیا ما یک درک رئالیستی قدیمی واپسگرا نسبت به قدرت داریم؟ یعنی زور بازو و مثلا این چیزا، ایران ضعیف معناشیه، ایران قوی معناشیه. ایران اگر قدرت نرم استفاده کنه، رابطه بسیار خوبی با اسرائیل، با عربستان، با امارات داشته باشه. ببینید امارات الان ماهواره فرستاده مریخ، ما صحبت چه ایران ضعیفی میکنیم؟ اصلا امارات چه اهمیتی به ایران میده به جز اینکه میخواد فقط خطری از جانب ایران تهدیدش نکنه؟ رشدی که کردن رو دقت بکنیم، جز اینکه در ما حسادت ایجاد بکنه به حق، چیز دیگری نیست. هیچ کدوم از این کشورها دشمن ایران نیستن. اصلا این تفکر دشمن پنداری رو من از آقای انتظار تقاضا میکنم بگذاریم کنار. ماها ریلیتیو گین داریم، ماها با هم میتونیم مزیت نسبی داشته باشیم، ماها میتونیم با هم دوست باشیم. کشور امارات با اسرائیل الان دو تا کشور بسیار از جهت تکنولوژی، از جهت علم، از جهت دانشگاه‌هاشون، از همه جهت رشد کرده، دارن با هم کار میکنن. هیچ کس هم نمیخواد اون یک کسی رو ضعیف کنه. چرا بخوان ایران رو ضعیف بکنن؟ نه، اتفاقا ایران رشد بکنه، اونها هم رشد میکنن. همون صحبتی که آقای طلعتی کردم مبنی بر این که با انگیجمنت اقتصادی امکان رشد هست. بحث اسلحه و تسلیحات و احتمالاً سلاح اتمی هست آقای تهرانی دیگه، نه بحث این که حالا پیشرفتی که پیشرفت علمی اونجور که شما صحبت کردید یا پیشرفت اقتصادی به اون شکل. نگرانی کشورهای منطقه این هستش که یک ایرانی بشه که بتونه به قول شما بتونه با یه موشک مثلا بزنه دبی رو، بزنه هوا کنه. این جمهوری اسلامیه که حتی در مورد مسئله نظامی هم یک بازی زیرو سام گیم، بازی حاصل جمع صفر درست کرده. وگرنه همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، بله، اسرائیل داره کمک میکنه به امارات و همینطور به سعودی، از قرار خیلی مشخص نیست، و همینطور بحرین برای ساختن گنبد آهنین. یعنی اینها با هم همکاری‌های نظامی هم دارن. اینها حاصل جمع صفر نمی‌بینن موضوع رو. چرا ما باید حاصل جمع صفر ببینیم؟ نکته‌ای هم من می‌خواستم اشاره بکنم به روسیه اگر فرصت بشه. بفهمید. چون چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، فقط سریع‌تر اگه ممکنه بفهمید. خیلی کوتاه میگم. ببینید، روسیه اشتباه بزرگ آمریکا بعد از جنگ سرد این بود که همون رفتاری رو با روسیه کردش که با آلمان در جنگ اول جهانی کرد. تحقیرش کرد به جای اینکه انگیجمنت بیارتش وسط. روسیه پتر کبیر، کاترین کبیر، دوست داشتن با اروپا، با غرب نزدیک بشن، نذاشتن. حتی قرار بود وارد ناتو بشه روسیه، نذاشتن. پوتین آمد وسط، در آلمان هیتلر آمد وسط. حالا پوتین اون نقش هیتلر رو نداره. الان هر جایی که شما نقش روسیه رو میبینید، به جای اینکه مستقیم رابطش با آمریکا باشه، میبینید در جاهایی که در به خصوص در منطقه خلع وجود داره روسیه وارد میشه. بله. اتفاقا تنها کشوری که میخواد کشورهای دیگر اطرافش در منطقه ضعیف باشن روسیه است. آمریکا هم هیچ راهی به جز این نداره که بیاد با روسیه رفیق بشه، دوباره وارد ناتو بشه. روسیه تنها راهی که میتونه به یک بازیگر مثبت تبدیل بشه در مورد روسیه اینگیجمنت بده، بیارنش وسط و اون اشتباهات کاری که دولت اوباما سعی کرد دست کم در دوره هیلاری کلینتون این رو شروع کردن دیگه، با اون استارت یادتونه یک برنامه‌ای داشتن که شروع دوباره و اینها. اجازه بدید من اینو از داریوش بپرسم. داریوش می‌خواد صحبت کنی، بگو. من دقیقاً آره پیرو همین صحبت‌های آقای تهر رو می‌خواستم بگم که این نکته‌ای که ایشون گفتن در روسیه هم خیلی مطرحه. میگن که به اصطلاح خود اونها غرب واقعا ناجوان مردانه به محض اینکه روسیه اعتماد کرد به غرب و اومدن جلو، هرچه گفتن باشون همکاری میکردن و این قرار بود دموکراسی، نوع دموکراسی رو در واقع در روسیه پیاده بکنن، که به اصطلاح خودشون در واقع ناتو همینطور در حال توسعه مرزهای خودش نزدیکتر به روسیه شد. و این صحبتهایی بود که آقای انتونی بلینکن هم خودش بهش اشاره کرد بود در زمانی که در واقع در دولت اوباما کار میکرد و درست بعد از اینکه تمام شده بود دوره، سال 2017 میشه در واقع کارشون تمام شد، و گفته بود که دقیقا این رو ما درک میکنیم که روسیه همچین دغدغه هایی داره، همچین ناراحتی داره از اینکه ما چرا ناتو رو توسعه دادیم و نزدیکتر به مرزهای روسیه شدیم، ولی اعتقاد خود من این هست که حوزه نفوذی ما نداریم. یعنی اعتقاد ما بر این هست که همین کشور مستقلن. مثلا موقعی که اوکراین خودش بخواد که سیاست خودش رو عوض بکنه، ما نمیتونیم به عنوان یک کشور که در حوزه نفوذ روسیه هست بهشون کمک نکنیم. یا امروز که مثلا بلاروس هست ما بهشون توجه نکنیم. یعنی این یک جور
در واقع دو نوع دید هست به موضوع که در روسیه میگن که اینها منطقه نفوذ ماست که آمریکا و ناتو نباید بهشون دست میزدن و این اینا تخطی کردن های بعد حالا باید مجازاتشون بکنیم، ولی اونها میگن که دولتی که روی کار اومده نه تنها اون بلکه آقای مثلا جیک سالیوان هم به این اعتقاد داره که ما سیاست مناطق نفوذ نداریم. بله. و نمیشه، ولی البته خب پوتین این رو نمیپذیره دیگه. دقیقا. میگه که آقای طلعتی میخوام نظر شما رو هم راجع به این بدونم، به خصوص که این هفته آقای ظریف هم در مسکو بود، رفت در منطقه و از آقای لاوروف تشکر کرد به خاطر موضعی که روسیه در قبال برجام گرفته، همینطور یک قرارداد امنیت اطلاعات و سایبری با روسیه بستن، در حالی که میدونیم این جزء نقاط بسیار مهم در گفتگوی بایدن و پوتین هم بود. به نظر شما چرا این قضیه اینقدر در این مقطع اهمیت پیدا کرده؟ منظورتون بحث امنیت سایبری هستش؟ امنیت سایبری و اطلاعات، در واقع اون چیزی که به نظر میاد که وقتی که ایران وزیر خارجش رو میفرسته به روسیه، یک قرارداد در این زمینه امضا میکنه، وقتی آقای بایدن با آقای پوتین صحبت میکنه تو تلفن باز راجع به این موضوع صحبت میکنه، به نظر میاد که خیلی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. ببینید همونطور که ما یک جهتگیری همپیمانی تو دنیا از نظر نظامی اقتصادی سیاسی داریم، به نظر میرسه که توی فضای سایبر هم یه همچین قضیه صورت گرفته، یعنی یک جبهه‌بندی‌های خاصی وجود داره. مثلا چین یک طرف هستش و اقمارش و کسایی که بهش کمک میکنن آمریکا یک طرف و روسیه همینجور دارن یارکشی میکنن توی این فضا و با بستن یک همچین پیمان‌هایی در واقع دارن این قضیه رو کنترل میکنن. البته این رو نباید از خاطر داشته باشیم که خیلی ها معتقد هستن اون بیسی که توی ایران تشکیل شده در رابطه با مسائل سایبری بیسی هستش که توسط در واقع آموزه‌های چینی و روسی شکل گرفته و در واقع با کمک اینها بوده. بنابراین با بستن این پیمان‌ها میخوان این بیس رو به نوعی تقویت بکنن و مهم هست. البته باید در نظر داشته باشیم که یکی از بزرگترین تهدیدات امنیتی که در دهه‌های آینده گریبان کشورها رو خواهد گرفت تهدیدات سایبری خواهد بود. حتی بیشتر از تهدید اتمی. از این منظر این رو میپرسم که آیا ممکن هست که این قضیه شیفت بکنه از نگرانی‌های اتمی به سمت نگرانی‌های سایبری؟ ما صرف ماه‌های گذشته بارها شنیدیم که دولت آمریکا نگران نفوذ هکرهای ایرانی، چینی و روسی بود. دقیقاً. ببینید بحث بر سر این هستش که تمام دولت‌ها امکانات تکنولوژی و کنترلشون رو به نوعی منتقل کردن به فضای سایبر یا سایبر اسپیس منتقل کردن، بنابراین ساختارشون اونجا هستش. اگر بشه به اینها نفوذ کرد قاعدتاً میشه زیر ساختای اساسی اینا رو در کنترل گرفت و باهاشون هر کاری بخوان بکنن. بحثی بود که بین ایران و اسرائیل بود، اگه یاد باشه اسرائیلی‌ها ایران رو متهم کردن که اون زیرساخت آبرسانی اونا رو در دست گرفتن و مشغول خرابکاری و ایران هم بابت استاکسنت همین شکایت رو داشت بعد از روسیه. یعنی مسائل هستش، یعنی به قدری پیچیده شده این قضیه که کسی که دست اول رو در مسائل سایبری داره قاعدتا میتونه روی تمام زیرساختای استراتژیک و حیاتی نظامی اطلاعاتی و حتی خیلی عادی مردم تاثیر بذاره. بنابراین خیلی وقت کم هست، بذارید من نظر آقای جلال تهرانی رو هم راجع به این بپرسم. من میدونم که شما قبلا هم به ما گفتید که نگران مسئله اتمی شدن ایران هستید، نگران از نگاه یک شهروند ایرانی. آیا نگران قدرت سایبری ایران در این حد نیستید که شهروندان ایران نتونن دسترسی داشته باشن و همینطور این بتونه تبدیل بشه به یک قدرت نظامی برای ایران که حتی از قدرت اتمیش هم بیشتر باشه برای جمهوری اسلامی؟ قطعاً همینطور هستش، نگرانی های مختلفی هست و اتفاقاً این یک سوالی رو در مقابل ما میگذاره که آیا ایران با نزدیک شدنش یا رابطه اقتصادی پیدا کردنش با غرب آیا به نوعی رفتارش رو تغییر میده، در حالی که ما داریم با یک سپاه روبرو هستیم، با شرارت هایی که روبرو هستیم که سر جاش نمی‌ایسته. و نکته ای رو هم در نظر بگیرید، ببینید ما همیشه سعی می‌کنیم با منطق خودمون رفتار جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم، ولی منطق آخرالزمانی، منطقی که معتقد هستش دنیا پایان میرسه، اون وعده های الهی بالاخره انجام میشه، شریعت و اسلام کل جهان رو میگیره، این دو منطق بنیادی با هم متفاوت هستند. بنابراین رفتار جمهوری اسلامی رو از اون دیدگاه باید نگاه کرد. بله. منطق با ما جور نیست. متشکرم آقای جلال تهرانی. باید هم مهار رو داشته باشیم نسبت به جمهوری اسلامی. انگیجمنت
نمیدونم اثر بگذاره، ولی با شرارت ها نمیدونیم. بعد جمهوری اسلامی از بیت کوین گرفته، از برنامه ها این میگه میطلبه که ما یه برنامه کامل دیگر رو به همین حوزه اختصاص بدیم. ممنونم از شما آقای جلالی تهرانی، آقای انتصار ممنونم، آقای طلعتی و همینطور همکارم داریوش رجبیان اینجا، و ممنونم از شما که با برنامه صفحه دوی آخر هفته همراه ما بودید. برنامه رو میتونید بشنوید روی اپلیکیشن های پادکست و همینطور در تلگرام یا اینکه روی سایت یوتیوب مجدد تماشا کنید. شب و روزتون خوش.